بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام از میکنم خدمت شما بینندگان و سوران گرامی همراهان همیشگی تلویزیون جهانی هادی خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا مهمان لحظات شما خوبان باشیم و ضمن آرزوی قبولی تاعت و عبادات و عزاداری های شما عزیزان برنامه امشب در خدمت شما سروران هستیم و در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین رجای رسولی با موضوع احکام از طرف خودم و بنیابت از شما خوبان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم سلام استاد بسیار خوش آمدید علیکم و رحمت الله بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز باشید و ما از دای خیرتان ان الله فراموش نکنید امیدوار هستم که مباحثی که مطرح می شود برای دوستان عزیز و کسایی که سوالاتشان رو برای ما روان کردند مفید واقع شود در خدمت هستیم خیلی خوش اومد سلامت باشین ان متشکرم در سلامت باشین ان و خوشیم که باز هم در خدمت شما هستیم و سوالات عزیزانی که منتظر شنیدن جوابش هستن ما هم خوشحالیم که در خدمت شما و در خدمت بینندگان عزیز هستیم سلامت باشین ان شاء و اما مثبت 93 79 4 آخر 14 24 اولین سوال بیننده محترم ماست که برنامه شروع کننده برنامه ماست پرسان کردن ما مدت دو ساله که عروسی کرده ایم و در خانه بخ رفتن و بر حال زیر یک سقف در حال زندگی کردن هستن ولی متاسفانه هنوز مقروزیم بعد از گذشتن دو سال آیا باید سال خمسی برای خودمان تعیین کنیم یا نه؟ خدمت شما و خدمت از بیننده عزیز باید عرض کنیم دو نکته عرض می میکنم یک نکته جواب سوال که باید داده شود و یک نکته دیگه ای که چرا ما که انسان از او تایم از اون لحظه ای که شروع به کار میکنه و درامت کسب میکنه مثلا ممکنه یکی در یک جای معلم باشه یا کارگر باشه یا هر کسی در هر جایی که شغلی داره اون روزی که شروع میکنه به کار کردن تا سال آینده در علومو تایم اونمو تاریخ مثلا اول حمل بوده اول حمل شروع کرده به کار کردن سال دیگه اول حمل اگر که دید که مقداری خرج کرده، هزینه کرده، سفر رفته، زیارت رفته، کارهای دیگر کرده، فعلا یک مقدار پول چی مانده؟ باقی مانده. اینی می پول باقی مانده چی داره؟ خمس داره. اگر چیزی باقی نمان و مثل از بنده خدایی که تازه عروسی کرده دو سال هنوز چیزی ماتوزم. باقی هست یعنی هنوز مقروزه و قطعا خمسی بگردن گردن از بنده خدا چیزی نیست, نیست. پس تعیین سال خمسی ایه. اولین درامت انسان که شروع میشه تا سال دیگره، اون رو باید انسان چکار کنه حساب کنه که اگر چیزی باقی مانده بود که خمسش این یک پنجم میشه اگر هم باقی نمانده بود او رو به خیر و خمسه به سلامت و اما نکته دیگه که باید عرض کنیم خدمت عزیز بیننده عزیز و سایر بینندگان عزیز و او ایست که چرا ما در مسائل ازدواج که اسلام عزیز به هر دو قرائتش هم به قرائت اهل تشیع و هم به قرائت اهل تسنن خب نسبت به ازدواج و ای که ما باید در ازدواج آسانگیری بکنیم هر دو قرائت ایرا را تاکید میکنن بلده. و از زمان پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تاکید فراوان شده اما چرا ما باید یک سری فرهنگ های وارداتی را از جاهای دیگه باید وارد فرهنگ خود ما کنیم و بر داماد سخت بگیریم نمیفهم گله بگیریم قلین بگیریم بخش بگیریم کارهای دیگه بگیریم شیروه ها بگیریم بهترین اوتل باید در روسی شود بهترین غذا باید داده شود نمیفهم هزار نفر کمتر یا بیشتر باید چی دعوت شود هیچ کدام از اینا رای خدا نیست رای خدا است که دو تا جوان و دو تا عزیز که هم دیگر را پسندیدن به آسان ترین وجه و آسان ترین و بهترین وجه زود سر خانه و زندگی خودشان برن و مقروزم نباشم خورای خداست که من در یک شبه عروسی مقدار زیاد و هنگفت پول خرج کنم جناب حسینی که بعد سبا دیگه سبا عروسی یا یک ماه بعد یا شش ماه بعد یا یک سال بعد این نمونش دو سال بله بیاید به اصطلاح قرضدار کسی که از من پول طلب داره بیاید در خانه و اگر من داشته باشم بیابی کنه خب آره چی میشه یک شب چی شب. یک شب عروسی چی میشه که انسان این همه بیابی و به عزت برای خودش بخره چون روایت ما داریم میگه که قرض شب هنگام برای انسان اندوه غم است دیگه به فکر میفته که این پیسر از کجا کنم و روز باعث شرم ساری و خجالت انجد. انسان است هر دفعه که انسان چشمش با او کسی که کسی انسان کسی ازش پول گرفته دانی. میفته و داده نمیتنه خب انسان چی میشه خجالت میکشه و شرم میکنه پس بنابراین در مسائل ازدواج برای جوانان عزیزمان دختران و پسران ما باید سعی کنیم که روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و سلم و ائمه معصومین و صحابه کبار را رعایت کنیم بله قطعا استاد در طول زندگی هم خیلی گذار است یه هر وقت یادشان بیه که او ببین چقدر خرج ما کردیم منو زمین دادن ولی اگر طور دیگر باشه همونطور که فرمودین طبق سفارش معصومین علیهم السلام با همون روش اگر چی بشه باز بعدا که یادشون می میگه خب خدا خیرش بده پدرت مادرتهیا مادرت یا که خب چقدر آسان بود ما گفتگو می بله 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 و یک بله نکته دیگر هم نباید فراموش بله. کنیم ما و اون نکته است که باز ما روایت هم داریم میگه من سن سنته حسنه ام. یا من سنه سنتا سیئه مگه کسی که یک سنت و روش حسن و نیکی رو گذاری کنه مزاری مزاری مزاری. تا زمانی که همین سنت و همین روش ادامه داره حسابش به نزی میرسه و خدای نکنه اگر کسی یک سنت و روش غلطی رو پایگذاری کنه تا زمانی که این سنت و روش غلط مردم جامعه عمل میپوشنن عمل میکنن خو این مشکلات گرفتاریش برای ازی شخص خود چه تو چی بهتر که ما در عروسی و در شیرنی و در میتون مسائل یک سنت حسنه را پای ریزی کنیم بگیم مردم بگن نگاه کن پولم داشت هم داشت, داشت، دارایی هم داشت اما چقدر مختصر و مفید عروسی گرفت تا کسای دیگه ای که بعدا ندارن و میشرمن و ممکنه قرض کنن اونام راحت این سنت و روش چی بگیرن؟ پیش بگیرن پس بهتر است مثلا بیرندگان عزیز شمایی که ثروت و دارایی داری و میتونی خرج آنچه را نکنی شما نکن که بقیه از شما چی بگیره؟ یاد بگیره چقدر زیبا بود یک کارت عروسی و سودونیم که کارت دعوت روان کرده ولی دعوت نکرده نشه که فلانه فلانه در این تاریخ عروسی شما بود ما میخواستیم که شما را دعوت کنیم ولی ترجیح داریم این هزینه را مثلا برای یک خیلی بله. که بله هم بله. مردم خبر استاد سوال کمی طولانی شد ولی خب در او قسمت اول که این شخص میخواد سال خمسی خودت تعیین کنه اگر پیسه نداره یک سالش تیر شده پیسه نداره خب به بعضی میگن همین لوازم خانه چیزایی که شاید خب چون اول زندگی یک سری مواد خوراکی هست یا چیزایی که هنوز استفاده نکردن اونا رو باید حساب کنن بله بله اگر اضافه آمده باشه اونا رو باید حساب خب حالی که باز پیسه نداره که خمس اونا رو بده از خود از اونا باید خمس شد شد از خود, خود از اونا باید خودش بسیار خمس داده شد مثبت 93 77 4 نمبر آخر 70 بیننده محترم ما یه سوال کردن آیا در رکعت اول و دوم میشه بعد از هم کدام سوره دیگر خوانده شود به از توحید خدمت شما کنم که میشه سوره دیگر خوان ولی فرمودن که اگر ما نماز بخوانیم و در رکت اول و در رکت دوم به هیچ کدام از این توحید نخوانیم یعنی سوره قل هو الله احد مکروه یعنی ثواب نماز ما چی میشه کم میشه پس بنابراین امور رقم که هم همیشه هست سعی و در یکی از رکت ها با سوره توحید چی کنیم ما بخوانیم که نماز ما از حالت کراهت داشتن و کم ثواب بودن خارج شود اما بله می شود هر سوره کامل بشرده که یک سوره چی باشه سوره کامل باشه بنابراین چهار سوره ای که در اون سجده واجب داره که <تصفح> به اصطلاح سوره فصلت است سوره علق است سوره چی سجده این چهار سوره نمیتونه بخونم جرا... چون این چهار سوره در داخلشان سجده چی داره واجب داره بانه. و چهار سوره دیگه هم هست که دو دو دوتا بنابرای نظر حضرت های طلاق الله سیستانی هر دوتایش دو یک دو سوره سوره یک سوره, میشه. سوره حساب میشه. بله خدمت شما ارز کنم که میگن سوره و و سوره مم. انشراح که علم نشرح لکه صدرک این دو سوره بنابر احتیاط واجب در نماز یک سوره حساب میشه پس اگر کسی میخوای اولش شروع کنه دو را مطمئن با چیه و از طرف دیگه سوره فیل و سوره قریش یا قریش و فیل این دو تا سوره هم در نماز بنابر احتیاط واجب اه. طبق نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی یک سوره حساب میشه بسیار عالی مثبت 93 70 4 نمبر آخر 75 81 سوال کرد که کسی که پیش از اینکه به سن این تکلیف برسه اشتباهاتی کرده یا کارهایی انجام داره که غسل بر او متنطب شده حالا که به سن تکلیف رسیده چه کنم وظیفه خاصی داره خب در زمانی که مکلف نبوده خب چیزی به گردن از این نبوده و معنی که انسان به سن تکلیف میرسه و خاطرات یاد گذشته های چیزی یادش میآیه بهترین حالت است جناب حسینی بزرگوار یک در زمان, زمان عزیز که بگه که به معنی که مکلف شد بر زیر دوش یا شاور یا آب هر چیزی م. دیگه بگه میکنم آن که در ذمه است که به گردن است قربت الله و یا چی شود انجام شود که در گردنش بوده دیگه چیزی در کردن از بنده خدا نیست بسیار عالی تشکر می استاد محترم خب رسیدیم به زمان میان برنامه و به اتفاق استاد محترم و شما بینندگان عزیز سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشالله در خدمت شما عزیزان با ادامه سوالات هستیم <applause> مجدد ارز میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی در خدمت کارشناس محترم برنامه حجات الاسلام و المسلمین و جای رسولی هستیم با موضوع احکام استاد محترم سوالی که بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 93 افتادش نمبر آخر 52 32 پرسان کردن نیست که تراشیدن ریش چه حکمی دارد و در منطقه ما که حالا نگفتن کدام منطقه است برخی میگن که مشکلی نداره و حلال است خدمت شما و از این بیننده عزیز باید عرض کنیم که خب داشتن ریش سنت است سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم. و سلم ائمه معصومین و همه علما و صلحای سلف یعنی شما عالمی نداشتین که عالم باشه و دانشمند علوم دینی باشه و ریش خودش چی کرده باشه تراشیده باشه نیست الا شز زبان در مختبالت تا ندیدم که کسی چنین دای داشته باشه که عالی دینی نیست اما در این حال ریش خودش چی بتراشه پس بوده از زمان آدم عبال بشر تا زمان پیامبر گرامی اسلام و تا عصر ما بوده که یک سنت و روشه که علما و بزرگان معمولا چیه؟ ریش داشتن خب بقیه مؤمنین و مؤمنینم سعی کردن که به اینا تحصیل داشته باشن حضرت آیت الله لازم سیستانی حفظه الله تعالی می فراند که تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین به تراشه با ماشین های موزر میگن چی میگن مالک آمده جدیدن که مثل تراشیدن باشه یا یعنی نمره صفر باشه مثل نمایش مثل تیغ باشه نمایش مثل باشه میگن بنابر احتیاط واجب حرامه امه. پس بنابراین اگر کسی میخواد فتوای حضرت فتو الله سیستانی را عمل کنه این می احتیاط واجبش عمل کنه که باید حرام بدونه و اگر یک وقتی رفت یک جای پیدا کرد یک مشتهید دیگه ای که البته درجه عالمیت بعد از حضرت آیت الله سیستانی بود و ایشان گفته بود که حرام نیست خب میتونه به او مرجع هم مراجعه کنه و در این مساله از ایشان تقلید کنه yes. همینطور که فرمودین سنت هست بله و همینطور شنیدی ما که زینت مردم به حساب میاد محاسن هم بهش میگه بله محاسن ولی بله خب بیگان وقت دیده میشه که این زینت هم میخواین یک کمی دست بزنن و یک کم های مختلف و نمیفهم یک پروفسوری میمونن پروفسوری میمونن یا مدل های انگلیسی میمونن یک مدل های از فقط برود میمونن روز هم که ماشاءالله یه نمونه‌های جدید در بازار عرضه میشه که حالا از کجا اتاق فکر چی است و کجاست خب شاید باشه چیزی به با اسم ریش ولی او خیلی دست خوش تغییرات ها شده اینا محترم جناب مصیلی عزیز بسیار خوب گفتیم معمولا ریش را میگن که لحیه لحیه در اصل همین استخانی که زیر امه. ریش است در اصل این استخوان فک فک از بابی که ریش روی ازو می روید به ریش هم گاهی میگن چی لحیه یعنی اسم جای را روی چیزی که بر او رویده عرب زیاد از استعمال زیاد استعمال میشه بنابراین آنچی که روی لحیه انسانه یعنی روی استخوان چی فک تراشیدن از چی حرامه تیپ قنادر حضرت آیت الله الله مسیستانی بنابراین مگر کسی ریش پروفسوری بگذاره یعنی اینجا را بتراشه تا اینج این کله رو فقط با ریش تراشیده یعنی لحیه و او چیزی که روی لحیه بوده او را از بین برده کسی هم که ریش انگلیسی میمانه اینجا رو میمانه این قسمت میتراشه یم پس بنابراین او چیزی که روی لحیه بوده قسمتی از چیزی که روی لحیه او هم چی کرده تراش کرده کسی هم که کل زیر تراش میکنه بروت خودش میمانه ای خوب بیخی تراش نقطة کرده نقطه میمانه یا او کسی که نقطه میمانه ایرم خوب جوانای عزیز بسیار زیاد هستند دیگه یک نقطه اینجا میمانه او هم ریش خود چی کرده تراش کرده بنابراین اول منتا اگر کسی اینجا رو اصلاح کنه خب قطعا اینجا رو روی لحیه نیست یا اگر زیرش اصلاح کنه کلبته بعضی از ممکنه کسای دیگه باشه که دیگه بسیار بدرقم ریش میمونن. نه اینجا رو میگن اصلاح کنیم نه زیر میگه اصلاح کنیم تو میتونی تو بر با طرفی که دل خودش شد بالا حتی میگه قیشه زد من قیچی نزد نه اون نیست اسلام یک دین کامل است یک دین که به زینت و جمال و زیبایی چی داره علاقه داره و توصیه هم, هم, هم کرده. پس میشه اینجا ها را گرفت اسلام مم. کرد و زیر گلو را. چون زیر گلو لحیه نیست دیگه لحیه گفتیم یه استخانی که ریش رویش میروید یعنی. پس برین تمام انواع زدنای ریش کلیش طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی و بسیاری از مراجع بنابر احتیاط واجب طبق نظر آیت الله سیستانی حرام است خب میبخشید دیگه ای های مختلف پیش رومیه بعضی از های عزیز ما میبینیم که خب تراشیدنی در کار نیست تمیزم است بالا و پایین است ولی یک کمی از او حالت عادی خیلی در سر ریش مانده میشه ریشش تا کمرش است خیلی زیاد من اونا باز عکس های سلفی و در فضای مجازی خود زیاد از بینندگان من دیدن این خب از الاز... لحاظ ال ظاهر که چیزی نتراشیده بله ولی اگر رقمی هست دیگه بله. آدم احساس خدمت میکنه خدمت اون چیزی که در روایت با ما رسیده میگم که ریش یک قبضه یعنی شما وقتی که ریش به دست خودت بگیری از سر کلی تا یک قبضه زایران بیشتر از یک قبضه گفتن خوب نیست البته تعبیر در روایت ظاهران که در آتش و فلان از حرفا ولی خب ریش هرچی هم که بالا باشه دیگه از یک قبضه تجاوز نمیکنه مگر ریش تا کمر باشه تا ناف کسی امه. ریش مانده باشه بله ریش گفتن جناب حسینی محاسن گفتن نهی که شما یک روز با تراشیدن و با یک کار دیگه بازی کنی یک روز دراز ماندن. بله. جالب نیست بسیار عالی مثبت 93 78 افتادی یک اشتادی یک چهار نمبر آخر نمبر عزیزمان هست که پرسان کردن کسی که چند غسل مثل غسل جنابت غسل مسلمه تو هم دیگه غسله ها رو به گردن داره آیا میشه که به جای کلشان یک غسل, غسل انجام نه خدمت شما ارز کنم که دیر میگن تداخل اسباب و مسببات اگر انسان چند غسل به گردنش واجب باشه که باید در اصل چند غسل چی کنه انجام بده اما اسباب در اینجا تداخل میکنه یعنی شما یک و سبب را انجام بدی اسباب در خارج انجام بدی محقق میشه یعنی کسی که چندین غسل بگردنش هست اگر زیر دوش بره یا هر وسیله دیگه که میخوای غسل کنه و همه نیت یاد کنه کفایت میکنه بسیار ممنون و وامو... اما بیننده محترم مان از جمهوری اسلامی ایران به نمبر مثبت 98 936 4 نمبر آخر 5984 ایشان ضمن تشکری از برنامه تلویزیون هادی که ما هم تشکر میکنیم از شما بزرگوار سوال کردن که فال حافظ و فال انبیا چی حکم میدارد فال میگیرن بسیار سوال میشه از اینا از این فال گرفتن کف دیدن و و و ماشاءالله سر کتاب باز کردن هیچ کدام از اینا وچ شرعی نداره جناب حسین یعنی <applause> من رفتم دیوان حافظه گرفتم و نیت کردم و خلاصه باز کردم یک چیزی خوب آمد یا چیزی بد آمد هیچ کدام از اینا به صلاح حجت شرعی برای ما نیست یا فال انبیا هم که الان مرسومه دیگه در فضای مجازی هم هست در کتاب ها جاهای دیگه هم چیزی به نام فال انبیا گویا قاتم دیدی نمی چوک و کاو می مینا و چیزای دیگه مرغکای کاغذ میکشه فال برای انسان میگیره هیچ کدام از اینا حجت شرعی نداره که ما به اینا ترتیب اثر بتیم بگیم خب حتما اینا رو باید دنبال کنیم اگر خوب است باید دنبال خوبش کنیم بعد باشه ازش اجتناب کنیم هیچ کدام از اینا حجت شرعی نداره البته این رو باید توجه داشته باشیم و بینندگان عزیز گاهی ممکنه وقتی شخص فال میبینه اگر فالش خوب بیایه از نظر روانی برش تاثیر کنه که قطعا همین رقمه اگر فال بد آمد ممکن از نظر روانی هم برش چی داشته باشه تاثیر داشته باشه رضا ما در روایات داریم ما که وقت گاهی انسان وقتی عدسه میزنه کار دیگه میکنه یا حیوان چیزی رو میبینه که قبلا فال بد میزدن نسبت به اون میگه شما فال بد نزنید چرا چون فال بد زدن تاثیر روانی روی خود انسان داره و این تاثیر روانی نزنیم. بالاخره کار خودش چیه؟ نزنیم. میکنه ده. پس بنابراین ما به این چیزا اعتقاد نباید داشته باشیم و هیچ ترتیب اثر شرعی هم به اینا نباید بیتیم و از نظر روانی هم به اینا فال بد نزنیم نه. و شاید بعضیا او برداشتی که از فال دارن میگن شاید نزدیک بس استخاره باشه میگه خب استخاره هم شما میکنه خب میگه خوب میه بد میه و حال اون که بین استخاره و فال خیلی فاصله زیاد است در فال از تقریبا از آینده خبر میده دیدین دیگه فال رو میگه میگه ای صاحب فال امه. یک نفر قد کوتاهی نمیدونم یا قد بلند است در حال دشمنی کردن با شما او رو سعی کن زندگی خودت چه کنی بیرون کنی ای صاحب فال مثلا شما ممکنه دو تا زن بگیری چهار تا بچه پیدا کنی اینا خبر دادن از چیه از غیب است و حالا که استخاره رقم نیست استخاره شما میخواید یک کار رو انجام بدی دو دو تا چهار تا با متخصص مراجعه میکنی فکر میکنی اندیشه میکنی از افکار و اندیشه دیگران هم استفاده میکنی در این اما باز در عین حال دو دل میمانی که این میکاره انجام بدونی و میکارم انجام ندم نتا. لذا در اینجا میگه به خاطر نجات از تحیر و سرگردانی شما استخاره کن استخاره کردی هم خود استخاره هم باز فقهای عظیم شان میگن که هم دنبال کردن خود استخاره هم واجب و لازم نیست امه. یعنی اگر استخاره بد آمد شما واجب نیست که حتما اون کار رو متوقف کنی یا اگر استخاره خوب آمد شما واجب نیست که کار رو دوباره چی کنی انجام بدی نه در همونجا هیچ الزامی در کار نیست. نیست. پس استخاره شما رو از حالت تحیر و سرگردانی امه. که کار بکنم یا نکنم در میاره و حالا که فال بیشتر از این فالا اینا از آینده خبر میده و آینده غیر از الله پاک کسی نه. دیگه ای نمیدونه میدونه. الله پاک که گاهی اگر صلاح باشه در اختیار پیغمبر و نبی خودش و اولیا و اوسیای خودش قرار میده پس فقط و فقط از آینده انسان کی خبر داره خدای پاک که اونم در اختیار برخی قرار میده نه اینکه چقوق و فال حافظ و نبی و فال انبیا و هیچ کدومش ما نمیتونیم اینا را بهش ترتیب اثر بدیم نفر میگفت ده صبحانه چای میخوردیم گفت چای که ریختیم یک تا ادمو چای در راستر بودی آمد خانم گفت میمان میه گفتم نه خاله که شرط میمان خوب نیسته و پایش بخه پایش بخه که دیگه نه ما گفت ما شکر ریخت میره چرخاندم و شور دارم گفت طرف شب آمدم که میمان آمدم میگه من خانه شما رو گم کرده بودم گفتم گفت اون مو چوب هستش که دا داخله بله بله از نظر روانی تاثیر داره نباید انسان تعفل بزنه مثبت 98 936 4 نمبر آخر بیننده محترم ما سوال کردن سوره هایی که در نماز وتر خوانده میشه آیا میشه که این ترتیبی که داره عوض بشه یک وقت خودم یادش میره پس پیش بخونه اینا رو ای یاد انسان میره خوب گپ نیست دیگه چون روکن که نیست اینا نماز هم نماز که سه مرتبه اول سوره توحید خونده ماطشم سوره فلق خونده شوه بعد سوره چی ناس خونده شوه اصلش یعنی می رقم هست دیگه حالا اگر که یادش رفته خود چیزی دیگه نیست ولی ترتیب نمیتونه به هم باهم بزنه چون اصلش گفته یعنی می رقم باید چی شوه خونده شوه متوجه هستین خب خیلی چیزا هم می رقم هست دیگه این می رقم باید باشه دیگه نمیشه شما ایراد چیکار کنی پس پیش انجام بده کدوم قرزی سخت نیست یعنی؟ نه دیگه چی کار سختیه و چی جبر, چی جبر است چی جبر است که انصار بخواد اینا رو پس پیش کنه بسیار تشکر میکنم صار محترم و باز هم رسیدین به زمان میان برنامه و انشالله بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما آن با قسمت پایانی برنامه امشب خواهیم بود آه 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 اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم فرجه و محشور نامه و سلام مجدد خدمت شما عزیزان با برنامه به وقت بیداری مهمان لحظات شما خوبان هستیم و قسمت پایانی برنامه امشب که در خدمت سرور عزیزمان حجات الاسلام و المسلمین و رسولی هستیم استاد مصبت 93 افتاده ده سی و دو سوال کردن که در هنگام سلام دادن نماز در کدام سلام و به کدام سمت باید اشاره شود بسیار سوال خوبی است با کرات سوال پرسیده شده و ما هم می‌بینیم جوانان و حتی بزرگان را که سلام نماز میدن میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بعد به چپ و راست نگاه میکنن مثل برادران اهل سنت البته برادران اهل سنت به رقم نیست اونها با بسیار با حالت نه کاملا 90 درجه میچرخن به طرف راست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم کاملا 90 درجه میچرخ از قبله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ولی از نظر اهل تشیع ما گفتم که از روش بخونم تا اطمینان کامل برای بینندگان مم. عزیز در زمینه باشه حضرت آیت الله العظمه سیستانی ایرده جلد اول قسمتی است به نام مستحبات سلام یعنی شما در وقت نماز یک سری مستحبات را باید چی کنی؟ رعایت کنی. کنی از جمله مستحبات در مسئله 1445 1445 1445 شروع میکنم اولش میگه نشستن در هنگام نماز که با او کاری نداریم دوم میگه کسی که فرادا نماز میخواند یعنی ما شما و هر کسی دیگه فراتر نماز میخونیم و همچنین امام جماعت امام جماعت پیش استاد شده نماز میخونم در سلام سوم پس جایش گفتیم در سلام چندومه در سلام اول نیست السلام علیک ایها النبی نیست السلام علینا و علی عباد الله نیست در کجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با گوشی چشم یا بینی یا مثلا طرف بینی خسای کنه به طرف راست یا غیران دست ممکنه مثلا با دست خودش چی کنه اشاره کنه پس یا گوشه چشمه یا بینیه یا غیر از اونها به طرف راست خودش اشاره کنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چی م که تنها نماز میخونم و چی شخصی که عنوان امام جماعت مشغول خواندن نماز هست و به گونه ای که چهره اش از قبله بر نگردد و این کار با رو به قبله بودن منافات نداشته باشه که اگر منافات داشته باشه که دیگه جایز نیست باطل میکنه باعث باطل شدن نماز پس من که فرادا نماز بخونم و امام جماعت هم که مشغول نماز جماعت فقط با چشم یا دماغ یا چیزی دیگه به طرف راست اشاره کنم و اما میمونه شخص معموم کسی که پشت سر امام جماعت اقتدا کرده این دو حالت داره جناب حسین یک حالت که طرف راستش فقط نفر است طرف چپش نفر نیست اگر شخص طرف راستش نفر باشه هم رقم باید یا با گوشه چشم یا دماغ خودش اشاره کنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اگر این طرف دیگه شب نفر است باز دوباره با گوشه چشم یا با بینی یا با یک چیز دیگه به طرف راست خودش هم باید چی کنه اشاره کنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میخوایم. سه گفتیم سه تا مسئله در این قضیه گفته یکش فعلا به درد ما نیست دوم هم و سومش معموم در نماز جماعت در صورتی که در جالب چپ او کسی نباشد در سلام سوم با گوشه چشم یا بینی یا غیر آن به طرف راست خود چی کنه اشاره کند طوری که چهرهش از قبله بر نگردد و با رو به قبله بودن منافات نداشته باشد. باشد و اگر در طرف چپ او معمومی باشد یک شخص مثل خودش باشه سلام سوم را یک بار دیگر بگوید و در همان حال با گوشه چشم یا بینی یا غیر آنها اشاره به طرف چپ خیش کند عجب. طوری که با رو به قبله بودن منافات معموم معموم پس سه حالت شد دیگه تقریبا ما میتونیم بگیم که ما تنها نماز میخونیم شما تنها نماز میخونیم با گوشه چشمی یا با بینی و با یک چیز دیگه به طرف چی اشاره میکنیم راست دسترس. اشاره میکنیم امام جماعت فقط به طرف راست خودش چی میکنه اشاره میکنه با گوشه چشمی یا بینی و یک چیز دیگه معموم کسی که پشت سر امام جماعت مشغول نماز خواندن اگر به طرف راستش فقط کسی دیگه ای بود فقط به طرف راست خودش اشاره میکنه در سلام سوم و اگر به طرف چپش هم کسی دیگه ای بود همونطور که یک بار به طرف راست اشاره کرده گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بار دیگه به طرف چپ میگه بله به طرف چپ اشاره میکنه میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته در همه از ایها امور کمال ما خواندیم خدمت شما و بینندگان عزیز صورت مثل برادران اهل سنت از قبله نباید برکت نداشته بسیار عالی و خیلی مسئله ایه که حالا شاید برای عزیزمان سوال شده برای بعضی ریش سوال هم نشده و میگه همی هست دیگه بله بله متاسف مصبت 93 79 21 59 بیننده محترم ما سوال کردن اگر خانمی در اینگام عادت ماهوار دندان خود را پوش کند یا دندان عصب کشی کند کاری انجام بده آیا اشکال دارد یا نه؟ هیچ مشکلی نیست خانم در عادت ماهوار طبق شریعت مقدس اسلام همون رقم که گفته فقط عبادت کردن و مخصوصا نماز خواندن و روزه گرفتن را رو گفته خدای تبارک و تعالی معنی کرده چیزی مثل دیگه مثلا قرآن بله قرآن بله. مثل قرآن, و اینا رو ما... ما... من کرده چیزی دیگه مشکلی برش نیست میتونه انجام بده دین ما دین آسان است بله. وقتا خود انسان داره خود رو سخت میسازه برای با این هایی که از کارشناسا پرسان نمیکنن از کارشناسای شخصیشان پرسان میکنن خب کار سخت میشه دیگه مثبت 93 78 4 نمبر آخر 61 92 سوال کردن که کیفیت و چگونگی خواندن نماز شب برایشان توضیح بدید خداوند قسمت کنه جناب حسینی قسمت شما و بنده و همه بینندگان نمید. عزیزی که صدای ما را میشنوند و تصویر ما را میبینند خب نماز شب در روایات پیامبر گرامی اسلام و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بسیار دارای فضیلت است و در فضیلتش شمی قدر کافیه که برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز شب چی بوده جناب حسینی واجب, بوده یعنی پیغمبر نماز شب به صورت وجوب میخوانده خب نماز شب 11 رکت است که مجموع نمازهای مستحبی که ما می‌خوانیم 34 رکعت است. دو برابر نمازهای واجب پس 34 رکعت که ماده بقیش کار را داریم فعلا بس نماز شب که 8 رکعتش به اصطلاح چهار دنه دو با نیت نماز شب. شب یک دو با نیت نماز شفع مثل نماز صبح مونتا قنوت نداره. نداره یعنی دعای دست نماز شفع دعای دست نداره و یک رکعت دیگه با همی که یک رکعت است بسیار زور داره قنوت هم داره خوب قنوت هم خوب قنوت در قنوت انسان قنوت که خوان رب بنا یا هر چیز دیگه می فرمایند که مستحب است انسان برای چهل مؤمن دعا کنه یک نفر از ما سوال کرد گفت ما شدیم که گفته فقط برای سیدا و شهدا دعا کنه نخیر برای پدرت برای مادرت برای هر کسی که انسان دوست داره چه زنده باشه چه مرده باشه میتونه انسان چه دعا کنه اللهم مغفر لفلان خدایا برای بنده خدای کسی دیگه که کس هست ببخش گناهانش ببخشه سر تقصیراتش در گذار چل نفر یک دست شوالا میگیره تسبیح دیگه و با او تسبیح خدمت ناز کنم که چل, دعا چل, مومن. چل مومن دعا میکنه برای چل مؤمن بعد از اینکه برای چل مؤمن دعا کرد افتاد مرتبه استغفر الله ربی و اتو و هفت مرتبه ای دعا رو میخونه هازا مقام العائز بکه من النار میگه ای جایگاه کسی است که به تو پناه برده است از آتش از آتشه جهنم خب بسیار زیبایی در دل شبیه که هیچ کس انسان نمی بینه زمینه برای ریا خیلی کمتر است خیلی کمتر است خب انسان دست و دعا برداره بگه خدا این مقام و جایگاه کسی است که از آتش جهنم به تو پناه برده و خب بعد می که سی ست مرتبه هم العاف انسان بگوید و هر حاجتی که داره می حاجتش از خدای تبارک و تعالی سوال کنه درخواست کنه بارها گفتیم جناب حسینی بینندگان عزیز در فارسی میتونه دعا کنه در پشتو میتونه دعا کنه هر زبان مادری ترکیه هر زبان مادری خودش که داره میتونه دعا کنه و این دعای به ترکی و فارسی و نمیدونم هر چیزی دیگه ای نماز و باطل نمیکنه بله بسیار عالی بله. بخیش که دیگه راحت است بخیش هم که بر رکوع میره و سجده و تشهد است نماز بله. بسیار ان شاء الله که خداوند توفیق نال و و همه ما و شما و ما رضای خیلیتان فراموش نکنید کمتر از سر زمان هستیشو همین یک سوال دیگر هم از شما پرسان کنیم که مهربانی کردن رایی کردن مصبت 98 933 15 سوال کردن البته که زمین تشکر از برنامه و دستنده کاران عزیز سوال کردن که بازی پاپ جی چی حکم میداره؟ خدمت شما ارز کنم این بازی و معمولا خب بازی رایانه است یعنی کامپیوتری هست حالا شاید توی گوشی هم باشه به هر حال آنلاین بازی میشه یعنی برخط بله کسی که اینترنت داره ای بازی را انجام میده یکی از شرق یکی از غرب است بالاخره گروه تشکیل میده ممکنه کسی انفرادی بازی کنه خب ما خب اهل بازی نیستیم از جوان پرسام میکنیم خب این قضیه هست این بازی ها تا زمانی که شرط بندی در اینا نباشه یعنی شرط و شرط بازی و قمار در اینا نباشه خود از این بازی ها به ما هو و کمیل خم بازی است اینا هیچ ای شکالی نداره یعنی از نظر شرع مقدس اسلام مشکل خاصی نیست پس از نظر فقه و از نظری که فرد یا گناهی داشته باشه یا گناهی نداشته باشه مم. نه اینا هیچ مشکل خاصی نداره گناه نداره ولی همون رقم که شما در جریان هستید و بینندگان عزیز ما هم در جریان هست بسیار از این بازی ها ترویج خشونت میکنه ترویج جنگ ترویج کشتن ترویج آدم کشی ترویج خرابکاری و چیزهای دیگه قطعا اینا در روح و روان کودک ما که بعضی از کودک ها بازی میکنن نوجوانای ما و حتی جوانای ما اینا تاثیر میگذاره پس من ها برای امتنی. اگر کسی میباشه اگر کسی از این باب میترسه دیگه بازی <تصفح> فقهی مشکل نه. نداره برنا. ولی از نظر از تاثیر منفی روی تاثیرش میذاره ولی اخلاق دار ما داره نه. خب چیز ضرورت است که انسان یک بازی بکنه که او بازی سرانجام انسان فعلا. سوخ میده به دیده. بعضی از این بازی ها خب ما که شنیدیم خیلی خطرناک میشه سر از جاهایی در که انسان مثل او کسی که بازی میکنه میگه مثل یک برده میشه و باید کارهایی را که دستور داده میشه باید انجام بده فیلم بگیره روان کنه تا که وارد مراحل بعدش اعتیاد داره و بحث حتی به خودکشی بله بله ما هم شنیدیم بازم. که منجر به خودکشی میشه نه. اگر این رقم قطعا بازی کردن جایز نیست بسیار تشکر میکنم سال محترم, محترم و بزنم. همچنین از همه شما ازانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودی تا دیدار بعدی همه شما ازان را به خداوند مهربان سپاریم خدایا رو نگه